فصل 15، فصل آخر از کتاب نانآور. آن مردی که از زندان به خانه آنها آمده بود قابل شناسایی نبود، ولی پروانه می دانست که او پدر است. شلوار سفید کمیزش هنوز به پایش بود، ولی کثیف و پاره. صورتش رنگ پریده و بیحال بود، ولی هنوز پدرش بود. او را محکم بغل کرد و رها نمی کرد تا اینکه خانم برا او را به عقب کشید و گفت پدر مریض و خسته است و احتیاج دارد که دراز کشید و استراحت کند. مردانی که او را به همراه خود آورده بودند گفتند ما او را از بیرون از زندان روی زمین پیدا کردیم. سربازان او را آزاد کرده بودند، ولی او نمی توانست حرکت کند. آدرس منزلش را پرسیده یک گاری اجاره کردیم و او را به اینجا آوردیم. پروانه همونطور که به حرفهای آنها گوش میداد سریعا دوشک پدر را پهن و منظم کرد. او به آرامی کمک کرد که پدر علیل، مریض و کتک خوردهش دراز بکشد. کتری چای را روی چراغ گذاشت. از آن دو مرد نیکوکار خواست که بنشینند تا چای حاضر شود، ولی آنها تشکر کرده به آماده رفتن شدند. آنها گفتند که کار داریم و در ضمن قبل از حکومت نظامی باید خود را به خانه برسانیم. پروانه از جایش بلند شد و با احترام گفت از اینکه پدرم را به خانه آوردید خیلی ممنون هستم. آنها رفتند. پروانه کنار پدر دراز کشید و او را بغل کرد. خانم برا او را بلند کرد و گفت پدر خیلی مریض و خسته است. مزاحمش نشو. بگذار استراحت کند. فرصت برای صحبت و دیدار زیاد است. پروانه اطاعت کرد و شروع کرد به آوردن آب از بیرون. چندین بار رفت و با دبه های پر از آب برگشت. خانم برا با دقت سر و وضع پدر را وارسی کرد. او قادر به صحبت و نشستن و غذا خوردن نبود. سر و صورتش را با تکه پارچه نمدار تمیز کرد و زخمهایش را پانسمان. با قاشق غذا و چای به او میخورانید. سه روز پرستاری و نگهداری خانم برا طول کشید تا اینکه پدر قادر به نشستن و صحبت کردن بشود. اولین حرفی که پدر گفت خب حالا من هم یک دختر دارم و هم یک پسر. دستهای پروانه را گرفت و نوازش کرد و موهایش را لمس کرد و خندید. پدر هنوز مریض بود. مرتب سرفه می کرد. خانم برا گفت زندان سرد بود و آب و غذای کافی هم به اون ندادن. او زخمهای پدر را مرتب تمیز و با اندازه با بانداج آنها را عوض میکرد. غذا، آب گرم و چای به او میداد. نوه‌اش را مراقب بود که سر و صدا نکند تا پدر با آرامش بخوابد. پروانه هم مرتب کمک میکرد. روزها به سختی کار میکرد تا پول بیشتر درآورد. شبها هم کمک خانم برا میکرد. هما نیز در کارهای خانه کمک میکرد و سر حال آمده بود. هما در مدرسه‌اش کمی انگلیسی یاد گرفته بود. یک روز که پروانه از سر کارش برگشت با کمال تعجب دید که پدر و هما با هم انگلیسی صحبت میکنند. هما کمی لکنت داشت و خوب صحبت نمیکرد، ولی پدر کلمات را خیلی رسا و مسلط بیان میکرد. تا پدر پروانه را دید گفت آیا امروز هم یک دختر تحصیل کرده دیگر به خانه آورده ای؟ پروانه در پاسخ گفت نه، من امروز فقط پیاز به خانه آوردم. نمیدانم چرا همگی فکر کردند که جواب او جالب و خنده دار است. همگی به یکدیگر نگاه کردند و شروع کردند به خندیدن. این اولین بار بود که بعد از دستگیری پدر صدای گریه و خنده و شادی در خانه آنها به وجود می آمد. رویه پروانه تغییر کرده بود. پدر زنده و سلامت در خانه بود. او امیدوار که بقیه اعضای خانواده هم به زودی سلامت برخواهند گشت. در نتیجه پروانه امیدوار و دلگرم شد. خانم برا از پروانه خواست مقدار دارو برای پدر خریداری کند. پروانه بیشتر از معمول بدو بدو و کار میکرد تا اینکه پول لازم برای خرید دارو را به دست آورد. با خوشحالی به شازیا گفت حالا من برای هدفی کار میکنم و راضیم. کار میکنم و زحمت میکشم تا مایحتاج خانواده‌ام را بخرم. امیدوارم که همگی برگردند و دوباره دور هم زندگی کنیم. شازیا ادامه داد. ادامه صحبت را گرفت.
من هم کار میکنم برای هدفی. من دارم کار میکنم تا پول کافی جمع کنم و از افغانستان بروم. تو برای خانوادت دلتنگ نمیشوی؟ پدر بزرگ من دنبال شوهر برای من میگردم. خودم یواشکی شنیدم که در این مورد با مادر بزرگ صحبت میکرد. آنها میگفتند خیلی خوب میشود که او را شوهر دهیم. او خیلی جوان است و شیربهای خوبی خواهیم گرفت. بله، آنها میخواهند مرا شوهر داده و پول خوبی به جیب بزنم. شازیاب ایستاد و پرواره را هم متوقف کرد. شازیاب با جدیت و حرص گفت من نمیتوانم ازدواج کنم، من نخواهم کرد. از این خراب شده به زودی خواهم رفت. آخر مادرت بدون تو چطور میتواند خودش را اداره کند؟ غذا، پول، خرید، چه کار میشود کرد؟ اگر اینجا بمانم بالاخره مرا شوهر خواهند داد و زندگی من به پایان خواهد رسید. ولی اگر بروم شاید شانس خوبی پیدا کنم. بالاخره یک جایی توی دنیا هست که من بتوانم زندگی کنم. آیا من اشتباه میکنم؟ همونطور که اشکهایش را پاک میکرد دوباره پرسید چه کار میتوانم بکنم؟ راه دیگری ندارم. پروانه گوش میداد و با او همدردی میکرد، ولی نمیدانست چه بگوید و چگونه او را آرام کند. یک روز که پروانه بیرون بود، خانم برای یکی از اعضای گروهشان را ملاقات کرد. از مزار شریف اخبار تازه گرفت. پدر در مورد آن ملاقات و اخبار با پروانه صحبت کرد و گفت طالبان خیلی از مردم مزار شریف را دستگیر و اسیر کردند. آنها بیشتر در کمپ های خارج از شهر نگهداری می شوند. احتمالاً مادر و بچه ها هم در یکی از آن کمپ ها هستند. ولی این موضوع وقتی روشن خواهد شد که ما به آنجا برویم و آنها را پیدا کنیم. آیا پروانه تو برای این سفر به همراه من آماده ای؟ مشکلی نداری؟ پروانه گفت من هیچ وقت به این خوبی و آمادگی نبودم. چطور و کی خواهیم رفت؟ هرچه زودتر. ابتدا دخترم تو آن آدم های خوبی را که مرا به اینجا آورده اند را پیدا کن. از طرف من بگو که ما نیاز به کمک آنها برای تهیه و تدارک مسافرت داریم. من فکر میکنم که آنها به ما کمک خواهند کرد. راستی پدر، چرا سربازان شما را دستگیر کردند؟ و بعد هم چرا شما را آزاد کردند؟ پدر با طنز پاسخ داد همانطور که نمیدانم چرا مرا دستگیر و به زندان انداختند، نمیدانم چرا آزادم کردند. پروانه ظاهراً پاسخش را گرفت و به نظر راضی می آمد. زندگی پروانه دوباره در حال تغییر بود. پدر برگشته بود و خبرهای از مادر و بچه ها رسیده بود. او امیدوار و سرخوش با کمال اطمینان به خود گفت ما می رویم آنها را پیدا کرد و بر می گردیم. دوباره همه با هم زندگی خواهیم کرد. خانم برا تصمیم گرفته بود که به پاکستان برود. هما را هم با خود می بود. او می خواست که هما را در پاکستان در گروه زنان افغان مشغول به کار کند. آنها تصمیم داشتند به همراه دیگر اعضای گروه سازمان زنان افغان را سازماندهی و وسعت دهند. پروانه پرسید کجا زندگی خواهید کرد؟ خانم برا گفت دخترمویم در یکی از کمپ های افغان در پاکستان زندگی می کند. او کار و اقامت ما را درست خواهد کرد. آیا مدرسه ای در آنجا هست؟ اگر هم که نباشد ما درست خواهیم کرد. خانم برا ادامه داد افغان ها در پاکستان خیلی مشکلات و معضلات دارند. کارهای زیادی هست که باید انجام شود. ناگهان پروانه به یاد شازیا افتاد. به خانم برا گفت راستی دوستم شازیا خیلی دلش میخواهد که از افغانستان برود. آیا امکان دارد که شما او را همراه خود ببرید؟ او اسکورت شما خواهد شد. ولی خانم برا گفت آخر او در اینجا خانواده دارد، مادر، خواهر و برادر. چگونه و چرا او به تنهایی میخواهد از اینجا برود یا فرار کند؟ چون بازی سخت و طاقت فرسا شده، یکی از اعضای تیم میخواهد انصراف دهد و این خوب نیست. من موافق نیستم. البته که خانم برا درست میگفت، ولی شازیا هم حق داشت که برای زندگیش تصمیم بگیرد. راهی را که به نظرش صحیح است را انتخاب کنم. کدام یک بیشتر حق داشتن و یا صحیح تر فکر میکردن؟ پروانه نمیدانست. او سکوت کرد و دیگر چیزی نگفت. چند روز قبل از اینکه پروانه به همراه پدرش به مزار شبیه برود، او را در
او در بازار بود. او روی زیرانداز طبق معمول نشسته بود که دوباره هدیه کوچک از دوست ندیده و عجیب خود از آن پنجره سیاه دریافت کرد. آن یک شتر کوچک بافتنی بود. پروانه نگاهی پنجره انداخت و با خوشحالی و هیجان به خود گفت: پس دوست من زنده و سلامت است. خیلی نگران او بود. از آخرین سر و صدا و دعوا به بعد از او خبری نداشت. من چگونه میتوانم به او هدیه دهم؟ چگونه؟ به خصوص حالا که دارم به مزار شریف میروم. نمیدانم چه اتفاقی خواهد افتاد و چقدر طول خواهد کشید. چگونه با او ارتباطی برقرار و خداحافظی کنم؟ روز بعد فکر جالبی به نظرش رسید. یک بوته گل وحشی با ریشه‌اش را از محلی کند و با خود به بازار برد. در همان محلی که همیشه بساط پهن میکرد، گودالی با دستهایش ایجاد کرد. تلاش میکرد که آن را وسیع‌تر و عمیق‌تر کند. مردم و رهگذران متوجه او شدند، ایستادند به تماشا و هر کس حرفی زد. یکی گفت که این گل در اینجا رشد نخواهد کرد، زیرا خاک مناسب نیست. دیگری گفت که مگر وسط بازار جای گل کاشتن است؟ ولی یک نفر از میان آنها گفت: چرا به طبیعت احترام نمیگذارید؟ یک نفر تلاش میکند گل و گیاهی در این خراب شده بکارد، ولی شماها عوض کمک و تشویق او را منع کرد و مسخره میکنید. جلوتر آمد، نشست و به او کمک کرد. گودال را آماده کردند و بوته گل را کاشتند. آن مرد از یکی از پسرچه های چای فروش خواهش کرد مقداری آب برایشان بیاورد. آب آماده، بوته گل کاشته و سیراب شد. گلها پژمرده و شاخه های بوته آویزان بود. پروانه پرسید: آیا آن مرده است و رشد نخواهد کرد؟ آن مرد لبخندی زد و گفت: نه پسرم، ریشه های او خوب و قوی است. آن وقت و زمان میخواهد تا دوباره به رشد و گل بیفتد. پس از اینکه همه رفتند و بازار تقریبا تعطیل شده بود، پروانه با احتیاط به طرف پنجره نگاه انداخت و با دست تکان دادن و لبخند از دوست خود خداحافظی کرد. پروانه بوته گل را با دست اشاره و به اون نشان داد. بوته گل هدیه مناسب و خوبی بود. با خود گفت: این بوته گل در محل همیشگی من بدون من بدین معنی است که من به زودی بر نخواهم گشت و یک نوع خداحافظی است. از طرفی هر وقت که دوست من، دوست عجیب و نادیده من، به این محل و بوته گل نگاه می کند، به یاد من می افتد. او در موقع خداحافظی چیز و یا کس واضحی را ندید، ولی به نظرش رسید که دستی از پشت پنجره با او خداحافظی می کند. دو روز بعد آنها آماده سفر شدند. آنها نیز مانند مادر با یک وانت بار آماده سفر شدند. پروانه از پدر پرسید: تو چگونه میخواهی که من که در این سفر هم با من باشی؟ مثل پسرم یا دخترم؟ پدر گفت: فرقی نمی کند، به هر صورت تو مالایای کوچک من هستی. خانم برا یک دسته مجله را که در زیر لباسش مخفی کرده بود را بیرون آورد. آن را به پروانه نشان داد و گفت: ببین، مجله ما چاپ شده و برگشته. به مادرت بگو که او چه کار مهمی کرده است. مقاله های او را سرتاسر مردم دنیا خواهند خواند. مردم خواهند فهمید که این قسمت از دنیا چه می گذرد. به او بگو که چه سهم مهمی در این موضوع داشته است. ما منتظر برگشت او برای چاپ و نشر مجله بعدی هستیم. پروانه قبل از اینکه خانم برا مجله ها را مخفی کند، سریعا یکی از آنها را گرفت و تون ورق زد و نگاه کرد. او گفت: جدن عالی است. پروانه خانم برا و هما را با احتیاط که کسی نبیند بغل کرد و خداحافظی. با بغل کردن آنها نشان داد که او در واقع کیست؟ کاظم یا پروانه؟ او میخواست که به عقب وانت‌بار سوار شود که دید شازیاب به طرف او در حال دویدن است. شازیاب گفت: بالاخره رفتی؟ من هم به زودی خواهم رفت. یک نفر چوپان قرار شده که من را به عنوان کمک استخدام کند.
ما یک گله گوسفند را به پاکستان خواهیم برد. من دیگر تا بهار صبر نخواهم کرد. زودتر خواهم رفت. در ضمن کار کردن بدون تو برای من لطفی ندارد. یکدیگر را بغل کرد و خداحافظی کردند. پرپرونه پرسید: ما یکدیگر را کجا و کی خواهیم دید؟ چطور می توانیم یکدیگر را پیدا کنیم؟ شازیا گفت: 22 سال دیگر روز اول عید زیر برج ایفل فرانسه من منتظر دیدار تو خواهم بود. به تو گفته بودم که مقصد من پاریس است. پروانه خندید و گفت: پس دیگر خداحافظی لازم نیست. یکدیگر را دوباره بغل کردند و خداحافظی کردند. پروانه بغل وانت پرید، با دست تکان دادن از همگی خداحافظی کرد. از پشت شیشه کثیف وانت بال کوه پروانه را پدر به مالایان نشان داد. قله های پر از برف کوه زیر نور خورشید می درخشید. ماشین به طرف جاده پیچید و از نظر دور شد. با تشکر.